سلام، خوش اومدید به نوبت شما. گروهی از فعالان حقوق زنان از مناطق مختلف افغانستان منشوری از خواسته های زنان از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تهیه کردند. در این منشور بر تطبیق یا اجرای قانون به عنوان گام اصلی برای کاهش خشونت علیه زنان تاکید و پیشنهاد شده که کمیته مستقل بر تطبیق قوانین مرتبط با زنان نظارت کنه. فعالان حقوق زنان که میگن در افغانستان قوانین خوبی در مورد زنان وجود داره، توی این منشور تاکید میکنن که برای اجرای این قوانین باید زمینه سازی بشه. مثلا توی این منشور در بخش سهمدهی به زنان در سه قوای دولت بر اجرای قانون تبعیض مثبت تاکید شده و در کنارش صحبت از لزوم زمینه سازی درست برای نتیجه بخش بودن این تبعیض که مثبت و قانونی تلقی میشه میکنن، موردی که بعضی ها اساس باهاش موافق نیستن. فراهم کردن زمینهای آموزش و پرورش برای زنان، امنیت اقتصادی، مشارکت سیاسی، احقاق حقوق فرهنگی زنان و دسترسی فراگیرشون به خدمات بهداشتی و درمانی هم از مواردیه که در منشور حقوق زنان پیشنهاد داده شده. فراهم کردن زمینهای حق مالکیت بر اموال و دارایی شخصی زنان و دسترسی آسان به مهریه و میراث و نفقه هم از دیگر خواسته هایی که توی این منشور مطرح شده. بعضی ها از طرح این مطالبات حمایت میکنن و فکر میکنن نتیجه میده، اما بعضی های دیگه هم میگن که از این شعارها زیاد داده شده و تا زمانی که ضمانت اجرایی مشخصی وجود نداشته باشه نمیشه به بهبود وضعیت امیدوار بود. من مریم زهدی هستم و امروز نظرات شما رو درباره این منشور و خواسته هایی که توی اون مطرح شده میپرسم. مشکلات و خواسته های زنان افغان به نظر شما چیه؟ به نظر شما چطور میشه دولت آینده افغانستان رو ملزم به پاسخ دادن به مطالبات زنان کرد؟ اگر شما زن هستید و ساکن افغانستان، انتظارات خود شما از دولت آینده افغانستان در زمینه حقوق زنان چیه؟ برای شرکت در برنامه ما میتونید به ما ایمیل بزنید، با وبکم بیایید به برنامه ما یا با تلفن و اس‌ام‌اس. برای شرکت تو این برنامه این شماره‌ای که روی صفحه تلویزیونتون می‌بینید رو بگیرید با تلفن‌های 2044-2776-577 و 2044-2776-578 تماس بگیرید. تلفن‌های اس‌ام‌اس گیر ما هست 2044-7786-201-127 و 2044-7786-200-548. برای ایمیل زدن هم میتونید به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل بزنید. در فیسبوک و توییتر هم میتونید همین بحث رو دنبال بکنید. در توییتر شناسه ما هست @bbcshoma. امروز همکارم فرن تغییزاده هم اینجاست تا برامون بگه در اینترنت در این باره چه بحثایی در جریانه. جزئیات بیشتر از خودش میشنویم. فرن، بله، در مورد منشور حقوق زنان داره حرفهایی زده میشه در اینترنت، اما علاوه بر این منشور دیگه از حقوق زنان و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری افغانستان چه صحبت‌ها، فعالیت‌هایی داره انجام میشه و صحبت میشه و گفته میشه براتون گزارش میدم. منتظر نظرهای شما هم هستم. بدون معطلی بریم پیش مریم و تلفن‌های شما. ممنون. روی خط یک سامی از هرات رو داریم، روی خط دو نجیب الله باز از هرات، و از دفتر کابل خانم همیرا ثاقب رو داریم، فعال حقوق زنان و مدیر خبرگزاری زنان افغانستان. سلام بر شما خانم ثاقب، خوش اومدید به برنامه ما. میخواستم ازتون خواهش بکنم که اول برای ما توضیح بدید که اصلا این منشور چطور شد که نوشته شد، چطور شد که به این فکر افتادید که همچین چیزی تهیه بکنید. بار زاده بدرود خدمت تمامی بینندگان و شنوندگان محترم. متاسفانه ما 12 سال قبل یک گذار انزوای سیاسی را در رابطه با زنهای افغانستان داشتیم که متاسفانه زنهای افغانستان بلکل از جغرافیای افغانستان محو شده بودند. بعد از انزوای سیاسی با حمایت جامعه جهانی و قانونهای خوبی را که افغانستان در رابطه با خانم‌ها ایجاد کرد و همچنان قانون اساسی خوبی که ما در افغانستان داشتیم، کوشش شد که زنهای افغانستان سهم بگیرند. و در ابتدای 10 سال قبل من خدمت شما عرض می‌کنم که زنهای افغانستان رشد بسیار خوبی داشتن و کوشش شده بود که زنها لااقل تا 12 سال یا 15 سال بعد 30% سهم داشته باشند در دوایر دولتی، البته در سطوح تصمیم گیری و رهبریت.
اما متاسفانه در طول 12 سال گذشته ما متاسفانه شاهد بودیم که این یک روند قهقرایی پیدا کرده. یعنی ما به جای اینکه 31% یا 30% ما پیش بریم، متاسفانه ما 8% اشتراک زنها را در سطوح رهبری و تصمیم گیرنده داشتیم. همچنان پاس نشدن یا تصویب نشدن قانون منع خشونت در پارلمان کشور و همچنان متاسفانه کم شدن 5% از سهم زنها در شوراهای ولایتی و عملا سهم نداشتن زنان در شوراهای قریه‌ها و ولسوالی‌ها، زنان افغانستان را برای فکر واداشت که باید ما یک حرکت دیگه بکنیم که ما لااقل امید ثابتایی را که ما در طول 12 سال به دست آوردیم ایره بتونیم حفظ بکنیم و قدم‌های بعدی را برنامه‌ریزی بکنیم تا ما بتونیم زنان افغانستان را به سوی پیشرفت و تالا ساق بتیم و اجازه ندیم که دوباره متاسفانه زن افغانستان به حاشیه رانده شود. خب این دلایلی بود که گفتید که به این دلایل انگیزه هایی شده برای اینکه این منشور رو بنویسید. حالا به ما بگید کم از روند تهیه‌اش بگید. چه کسانی مشارکت داشتن در تهیه این منشور؟ موقعی که این منشور تهیه میشد چه اتفاقاتی افتاد؟ مطالبات اصلیتون چی هست توی این منشور؟ خب ما جمعی از فعالان حقوق زن که در کابل بودیم به فکر شدیم. البته تمام مشکلاتی را که ما پیشتر خدمت شما عرض کردم در رابطه با خانم ها، فعالان حقوق زن به این فکر وادار کرد که ما باید اجازه ندیم که دوباره زن ها به سالهای تاریک گذشته برگردن. نشستیم و فکر کردیم که چی باید بکنیم و طرح و اندیشه یک منشور در ذهن ما جرقه زد و آسایس زنها و فعالان حقوق زن را دری دخیل ساختیم و از تمامی بخش ها فعالان حقوق زن و همچنان کسایی که خانم ها در این رابطه متخصص بودن ما اونا را دعوت کردیم تا بتونیم یک سند نوشته شده داشته باشیم که ما ملزم بکنیم حکومت آینده را که در رابطه با زنها متعهد باشیم. خب خواستای عمده تون توی این منشور زیادی داریم. بحثای عمده ما در رابطه با مسئولیت و تطبیق قوانین نافذه هست. دسترسی کامل به صحت بر زنان هست. دسترسی کامل به تعلیم و تربیه هست. امنیت اقتصادی زنان هست. مشارکت سیاسی زنان و حقوق فرهنگی زنان هست که باز این شاخه ها و برنامه های خاص خود در این منشور داره. ممنون از شما. به شما برمیگردیم. از سامی از هرات سوال میکنیم. سامی تو صحبت‌ها رو شنیدی، در جریان منشور هم هستی. صحبت‌هایی که شد چقدر خواست‌های تو هست؟ چقدر فکر میکنی مطالبات تو توی این منشور مطرح شده؟ سلام، وقت بخیر خدمت شما و بینندگان برنامه نوبت شما. درخواست‌هایی که خانم صاحب گفتن کاملا درسته، یعنی که مردم افغانستان، زنان افغانستان درخواست از رئیس جمهور آینده افغانستان اینه که میزان خشونت علیه زنان تا حد نهایی کاهش بدن یا اینکه به صورت کل محو بگردونه و این در چند صورت امکان داره. اولی که بلند بردن سطح اشتغال برای خانم ها تا اکثر خانم ها مستقل گردن و نیازی 100% به وجود مرد در زندگی نداشته باشن. و دومی که بلند بردن سطح آگاهی مردم از حقوق زن و جایگاه زن در جامعه. و سومی که برای عاملین خشونت علیه زن مجازات سنگینی از طرف دولت تعیین کرده. اینا همه میتونه باعث محو خشونت علیه زن ها بشه، یکی از دلایل میتونه باشه. و اینکه سطح اشتغال چگونه پایین بیاریم، میتونیم سطح اشتغال چگونه بالا ببریم. به وجود آمدن یک سلسله ارگان های دولت باید برای خانم ها به وجود بیاره که زمین اشتغال برای زن ها فراهم بسازه. چقدر امیدوار هستی که به این خواسته ها رسیدگی بشه سامیه؟ بله؟ چقدر امیدواری که به این خواسته ها رسیدگی بشه و پاسخ بگیره این مطالبات؟ دولت آینده چقدر فکر میکنی که به اینها میپردازه؟ دولت آینده افغانستان، همه ما امیدوار هستیم اما 100% مطمئن نیستیم که اینا این اتفاق بفته، در حقوق زن مراعات بشه، خشونت علیه زن کم بشه. اما امیدواری همه ما به دل خود داریم. و اینکه درسته که خداوند حقوق زن و مرد مساوی قرار داده، اما چون جامعه کنونی افغانستان یک جامعه مردسالاره، بنابراین به خاطر از بین بردن مردسالاری باید یک سلسله امتیازات خاص به زنها داده شود که این امتیازات میتونه شامل بیمه خاص در بخش بهداشت تداری برای زنها باشه یا اینکه مساعد ساختن زمین آموزش پرورش برای خانمها. و
و از مهمترین موارد رسیدن به حقوق برابر اشتغال و استقلال زنان است. زمانی که تنها شغل زن خانه‌داری نیه و اشتغال محدود در یک یا دو وظیفه نیه، بالفرض زنان افغانستان تحصیلات خود در دیگه موارد می کنند و تا اکثرا به خاطر شاید به خاطر ناامنی به خاطر مثلا دیگه مرد ها حتی اونایی که سطح علمی بالاتری هم دارن اشتغال زن ها در محدوده خیلی کوچکی قبول دارن در افغانستان. اکثرا دوستان خانم ها یا خانه‌دار باشن یا ای که معلم قبول دارن و این خیلی یک اشتباه بزرگیه، چون محدودیت شغلی تا وجود میاره و در اثر تقاضای زیاد سطح اشتغال دوباره پایین میایه. و این که بلند بردن سطح آگاهی مردم، بلند بردن سطح آگاهی مردم در چند صورت امکان داره. اولی که تبلیغ در رسانه ها جهت آگاهی مردم از حقوق زن و دومی که تبلیغ در مساجد توسط علمای دین. ممنونم از سامی که اولویت هاش رو با ما مطرح کردی. با نجیب الله از هرات صحبت بکنیم. نجیب الله، به نظر تو این حرکت های این چنینی و این منشورها رو درست کردن و طرح کردن مطالبات اینجوری چقدر تاثیر داره و چقدر میشه امیدوار بود که پاسخ بگیره این حرکت ها؟ به نام خدا، درود به شما خانم مریم، مصاحب به همچنین بیننده های زیاد تلویزیون فارسی. من فکر میکنم منشوره که طرح شده و قراره که تصویب بشه و بندهای از یک دوچه بشه خیلی میتونه به نفع جامعه زجدیده زن باشه، جامعه ای که من فکر میکنم در ظرف 12 سالی که دست شده و تای بسیار بسیار زیاد میدادن مقام خود ما به قول خانم صادق بود 30% که انتظار داشتن که قرار بودور فعال زنها در کسای دولتی اقل در سه تا بوهی که داشته باشیم متاسفانه ندیدیم و حالا میشه امیدوار بود، میشه به آیت امیدوار بود، اما با این سیاست هایی که 13 سال گذشت و چون این نظام که فعلی که ما در کشور خوشایدیم من چندان امید فوقلاده ای نمیدیم. اما می‌خوایم کنم نظامی که همی فعلا داریم وعده‌های فوق‌العاده زیاد دادن که انسان در سطح وزارتخانه های کشورم یک وزارتخانه داریم که هم وزارت کار و اجتماعی هست و چهار تا استان کشورم فقط یک والی بامیان که خانم حدید سرابی بود که حال فعلا همیه و من فکر کنم این فاجعه است واقعا در کشور که دم از دموکراسی میزنم خیلی از آمارها و ارقام نام داره در حتی سرار خواهد میانه که دموکراسی جدید و تازه تأسیس است. من فکر میکنم این فاجعه و نمیشه واقعا به چون این نظامی که تداوم نظام داشته باشه و تحول نداشته باشه من فکر میکنم نباید چون امیدواری فوق‌العاده زیاد داشته. ممنونم ازت نجیب الله. خانم ثاقب، تا الان چه نشانی از تاثیرگذاری این منشور دیدید؟ سیاستمدارا و کسانی که میتونن تاثیر بذارن برای جواب دادن به این درخواست‌ها تا حالا چی از خودشون نشون دادن؟ آیا واکنش مثبتی دیدید؟ آیا کسی کاری کرده براتون؟ ببینید، ما دو دوره انتخابات را گذرانیدیم. در دوره اول هیچ بحثی از زنها نبود، فقط بحثی که مطرح می شد ما احترام داریم به حقوق زنها. و همچنان در دوره قبلی یا در دوره بعد از دوره اول جناب کرزی مسئله زن مسئله بسیار جدی نبود، اما ما در این دوره از انتخابات بسیار کاندیدار می بینیم. یعنی یکی از بحث های مهم از اینا روی خانم ها هست و اینکه چه برنامه های روی خانم ها دارن. ای تمام جامعه افغانستان را نمیخوایم بحث بکنیم که فعالان حقوق زن، تمام جامعه افغانستان را امیدوار به این مسئله میکنه که افغانستان امروز با افغانستان 12 سال قبل بسیار فرق کرده و این امیدواری را در دل هر فرد افغان مخصوصا مرد و زن جوان افغانستان زنده نگاه میکنم. کاندیداتور را هر کدام یک بحث خاصی در رابطه با زنان دارن و برنامه های خاص خود دارن، یعنی که اونا علاقمند هستن که رأی زن افغانستان با خود داشته باشن و اونا میفهمن که زن امروز افغانستان فرق کرده با زن 10 سال افغانستان. او از خود فکر داره، اندیشه داره و به کسی رأی خود داد که بر زن افغانستان واقعا تر داشته باشه جدا از شما. حالا اگر از بین اینا یکی از اینا انتخاب شد خانم ثاقب و رئیس جمهور افغانستان شد، شما چقدر امیدوارید که به خواسته های شما و به وعده هایی که قبلا داده بوده عمل بکنه؟
ببینین بحث سیاست را کسی نمیتونه 100% تضمین بکنه، اما منشور این است که یک تعداد خاصی از زنان افغانستان ایرا کار کرده باشند. در تمام زنان افغانستان سهیم هستند. تمام زنان افغانستان که دارای فکر هستند، اندیشه هستند و روی ازی کار کردند. تقریبا 3 ماه مکمل روی ازی کار شده و هر بخشش متخصصین زنان روی ازی مثلا کار کرده. خانم ساقب، در مورد همین صحبتی که دارید میکنید، حق و حقوق زنانی که بالاخره ممکنه حتی خودشون هم از حق و حقوق خودشون آگاه نباشن، چطور توی این منشور لحاظ شده؟ چطور خواسته های اونها رو شما پیدا کردید و گذاشتید توی این منشور، اگر گذاشتید؟ ببینید، جامعه افغانستان جامعه ای است که زنهای جامعه افغانستان تقریبا 90% بیشتر بیسواد هستند و هر زن در خانواده خود لاقل یک نفر زن بیسواد داره. اتون نیست که جامعه روشن فکری زن افغانستان بالکل جدا باشه از زن بیسواد افغانستان، این رقم نیست. در نتیجه خواسته ها و مطالبات زن بیسواد افغانستان را هم ما درک میکنیم و میفهمیم چی است. به عنوان مثال، یکی از مسائلی که ما مطرح کردیم حق استفاده از بیمه اجتماعی برای زنان کهنسال هست. زنان کهنسال که هیچ گونه وسیله دفاعی حتی در قانون ذکر نشده بر از اینا. یک مثلا، اجباری ساختن تعلیم و تربیت تا دوره لیسه یا دوره متوسطه برای هر زن افغانستان در این گنجانیده شده و همچنان در رابطه با صحت و باروری و مریضی هایی که خاص زنان هست، اینا بیشتر چون زن روستا و زن بیسواد با این درگیر هست، ما این را در داخل این منشور گنجانیده. خانم ساقب، به اینه که اشاره میکنید دقیقا همین نکاتی که دارید بهش اشاره میکنید. اول گفتید که نمیشه پیشبینی کرد که سیاست قابل پیشبینی نیست، ولی اگر کسی به مقام ریاست جمهوری برسه چه تضمینی وجود داره؟ آیا ضمانت اجرایی وجود داره؟ چون منتقدا خیلی ها میگن ممکنه این هم شعاری باشه مثل شعارهای دیگه‌ای که داده شده و بعدا اصلا از یادها بره. چه ضمانت اجرایی وجود داره که این کارا اصلا پیگیری بشه تا به انجام برسه؟ سوال بسیار خوبی است. ما یکی از قدم‌های بعدی ما این است که کمیسیونی ما ایجاد بکنیم که نظارت بکنیم بر تطبیق از این منشور، و همچنان ما در قدم‌های بعدی یک مناظره خواهد داشت با تمامی کاندیداتورها در رابطه با منشور. و من فکر می‌کنم کاندیدی که این مسئله را میگه که بحث شعار هست که تمام مردم میتونن فرق بین شعار و تعهد را تشخیص بتن و درک بکنن و رأی خدا بر کسی خواهد دادن که تعهد حضور در رابطه با منشور در عمل ببینن. لاقل ما در همین کمپاین های انتخاباتی میتونیم ببینیم که هر کاندید چقدر واقعا معتقد به مسئله زنها است، چقدر در تیم خود از زنها استفاده میکنه، چقدر در تیم خود به زنها چانس میده و در سطوح بالا از اونها همکاری میخواهد. ممنونم از شما خانم ساقب از دفتر کابل بی بی سی. ممنونم از نویسندگان منشوری که داریم راجبش صحبت میکنیم. با سامی از هرات خداحافظی میکنیم، نجیب الله از هرات رو هم باش خداحافظی میکنیم. بریم سراغ وبسایت بی بی سی و چند تا از نظرات شما. جمیل از کابل میگه تهیه چنین منشورهایی خالی از فایده نیست، مشروط به اینکه کاربردی باشه. عدم تطبیق قوانین در کشور یک مشکل جدیه، پس بهتره که از کمیته نظارت بر تطبیق قانون اساسی حمایت بشه. ظاهر برامون نوشته این همه قوقا و تبلیغ برای حقوق زنان بجز به باد دادن فضای خانوادگی زنان و بی سرنوشتی اطفال آنها چیزی برمقان ندارد. حمایت‌های اقتصادی از زنان نشانه حقوق زنان است. کسانی که برای حقوق زنان کارهای بنیادی می‌کنند ضرورتی به تبلیغ ندارند. ملاله نوشته اولین چیزی که زنان افغان رو به اسارت می‌کشه ازدواج زود است. لازم است در جامعه همون زنانی داشته باشیم که فعالیت اقتصادی داشته باشن. بریم سراغ تلفن ها. صحرا کریمی از کابل و رویا سادات رو باز هم از کابل داریم. خانم کریمی، نظرتون راجع به این منشور چیه؟ اصلا این وضعیت، این منشور الان تو این وضعیت دم انتخابات چطور ارزیابی میکنیم؟ بعض سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی. ببینید، هر فعالیت یا هر کاری که در زمینه تحقیق، یعنی به دست آوردن حقوق شهروندی، حقوق زنان انجام میشه، کار مبارک و میمونی هست و باید
یک یعنی به دیده خوب بهش نگریست. منطقه مراتب برای من خیلی جالب هست. من کاری به متن و محتوای منشور ندارم. من گفتم این کار کار خوبی است. منطقه برای من جالب است. ما این درخواست رو و این منشور رو برای چی نوشیم؟ از کی داریم درخواست میکنیم؟ طرف های درخواست ما یا نامزدهای ریاست جمهوری افرادی هستن که درصد قریب به اتفاقشون، یعنی درصد زیادشون، زن ستیزان خیلی ماهری هستن که از حقوق زن، از اسم زن و از وجود زن در اجتماع و برای رسیدن به اهدافشون استفاده میکنن. شما در ریاست، کسایی که کاندیدای ریاست جمهوری هستن و معاونینشون، کسانی رو میبینید که 4 تا زن دارن، کسانی رو میبینید که در فاجعه‌های بزرگ تاریخی افغانستان شرکت کردن و بر اثر اعمال اونها، دستورات اونها، امضاهای اونها به صدها زن در این کشور تجاوز شده، صدها دختر در این کشور آبرو حیثیتش برباد رفته. ما از اونها چه درخواست داریم که در واقع بیان یه منشوری رو برای تحقق حق زنان مثلا در افغانستان امضا بکنین. همچین کاری من فکر میکنم مثل آب در هاون کوبیدن هستش، به خاطر اینکه جامعه افغانستانی متاسفانه جامعه هستش کاملا تادندان زن ستیز و اصلا مرد افغانستانی قریب به اتفاقش باور به حقوق زن نداره. ممنونم سهرا. اجازه بده بریم پیش خانم رویا سادات از کابل که خودش از دست اندرکاران و نویسندگان این منشور هست. خانم رویا سادات، صحبت‌های سهرا کریمی رو شنیدید، چه پاسخی دارید؟ خوب، برنامه خوب شما سلام تقدیم میکنم. من میخواستم یک مسئله رو بگم که منشور از یک طرف یک سند قانونی هست، البته بعد از اینکه توشی بشه و در اکثر جوامع مبارزات حق طلبانه بالاخره از یک نقطه شروع شده، یک نقطه آغاز داشته. ما به هر حال مبارزات زنان در داخل افغانستان مخصوصا در این 10 سال تانسته دستاوردهایی داشته باشه. ما اگرچه قانون من خشونت هنوز توشی نشده ولی مواردی از او چیمیش جنبه ایزانی پیدا کرده، جنبه اجرایی دارده. این دستاوردها ما نباید دست کم بگیریم. من تاندازی با نظر سراجان موافق هستم که بسیار سخت است تو در آینده منشور 100% مطمئن باشی که هر آن چی که در داخل منشور هست عملی میشه در افغانستان. این بسیار یک کار سخت است ولی من خوشبین به این هستم که بالاخره باید این کار آغاز بشه. بالاخره مطالبات مشخص باید با مطالبات مشخص زنان مواجه بشن. باید زنان افغان خانم سادات، سهرا میگفتش که به دلیل وضعیت کارنامه ها و سابقه ای که کاندیداها دارن سخته که بشه باور کرد که اونها تن میدن به مطالبات زنان. میگفت زن ستیز هستن و سخته که باور کنیم این منشور فایده داره. نظرتون چیه؟ بدون شک منشور میتونه تاثیر خود داشته باشه. ما بالاتر از 47% بالاتر از 40% رای زنان از در افغانستان و این یک بسیار یک نکته عکس میتونه باشه برای زنان افغانستان. ببخشید خانم رویا سادات، اجازه بدید معذرت میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم. از همین حالا شنوندگان رادیو هم به ما پیوستن، به اونها خوش آمد میگم. برنامه امروز ما درباره منشور حقوق زنان افغانستان و کلا مطالبات زنان از دولت جدید در افغانستان. اگر شنونده ما هستید شما هم میتونید در نیم ساعت آینده با ما تماس بگیرید و توی این برنامه شرکت بکنید. ببخشید، خواهش میکنم ادامه بدید خانم رویا سادات. یک نکته بسیار مهم که در منشور هست، نوع حرکت این بار کاملا متفاوت است. کسانی که سر نوشته منشور کار کردن یا حمایت خود از منشور اعلام کردن یک تیف وسیع از زنان فعال در افغانستان هستند، از نهادهای مختلف در افغانستان، کسانی که در ردای پایین کار میکنند، کسانی که به عنوان زنان در کابینه حضور دارند، از ولایات مختلف. ما برای روز اعلام منشور بیش در آمادگی 2 روز و ظرف 2 روز تانستیم از 28 ولایت نماینده داشته باشیم برای اینکه حمایت خود از منشور اعلام بدارند. نوع حرکت کاملا متفاوت است این بار. یک نکته قابل توجه میتونه باشه. و موضوع دیگه که منشور این بار میخواهد به عنوان تریبون زنها و از یک طرف مطالبات زنان
درخواست بکنن از یک طرف از تمام زنان افغانستان که دیگه اجازه ندن با رای آنها بازی صورت بگیره. شما ببینید سال گذشته مثلا در مناطق انتخابات قبلی در مناطق جنوب اکثر بیشترین رای از تعداد نفوس زنان بود، ولی هیچ کدام از خانم ها حاضر نشدن پای صندوق های رای باشن. بیشتر خانم ها در خانه حضور داشتن و به جای اینا ورق ها خانه پوری می شود و داخل صندوق ها انداخته می شود و به محوه بر یعنی یک نوع او خانه نشستن اقدام بر ضد خود بود. این بار زنانی که به عنوان حامیان منشور فعالیت میکنن و کار میکنن تلاش به این دارن تا از یک طرف زنان افغانستان منسجم بسازن به این که واقعا باید پای حق خود استاد باشن. دیگه کافی است از شعار دادن، از کارهای پروژه ای کردن، از اینکه ما این برنامه رو برای زنان داریم، کافی است که یک بار یک صدا بشیم. ممنونم خانم رویا سادات. اجازه بدید ببینیم صحرا قانع شد یا نه. صحبت های خانم سادات رو شنیدی، اینها برای تو کافی هست که امیدوارت بکنه یا نه؟ ببینید، من مسئله امیدوار بودن نیستش، مسئله اینه که با واقعیت‌های جامعه باید روبرو شد. مثلا در منشور اومده که این منشور به خاطر تطبیق قانون هست برای خشونت علیه زنان. ببینید، منشور فقط برای شهر کلان شهرهای افغانستان نوشته نشده. شما اگر به دهات افغانستان، به جاهای دور افغانستان برین، زن هیچ ارزشی نداره و اون زن کسی هستش که به هر حال ازش استفاده های خیلی زیادی میشه. من نمیگم این منشور خوب نیست، این منشور همینجور که رویا جان گفت در واقع یعنی یک صدا شدن، در واقع یعنی اینکه یک جنبش رو به وجود داره. من آرزوم هست یعنی اینکه این جنبش بالاخره به وجود بیاد، اما این جنبش نباید تنها از دهن چند زن روشنفکر یا از قلم چند زن روشنفکر به وجود بیاد. این منشور باید تطبیق بشه و در این حال راجع به این منشور باید حرف زده بشه و آگاهی داده بشه و مثلا به اون زنی که در دورترین نقطه افغانستان هست و هر روز نزدیک به 100 تا نان برای 50 و چند نفر اعضای خانواده‌اش باید درست بکنه و تمام عمرش فقط در نان پختن هدر میره، باید به اون هم آگاهی داده بشه. ممنونم خانم سادات. شما چه پاسخی دارید به صحبت‌های صحرا؟ تشکر. سرازان به نکات بسیار اساسی اشاره میکنن. بدون شک جدا بودن یا به هر حال فاصله بین زنان شهرنشین یا به هر حال زنان روشنفکر و زنان روستایی، من چنین چیزی فکر نکنم وجود داشته باشه، ولی کاملا در منشور که یک سند قانونی هست و در نوشته های قانونی از تجربیات کسانی که در دورترین نقطه یک کشور زندگی میکنن، از مشکلات اولویت های او زنا، از مشکلات ها و نیاز هایی که دارن، بدون شک سر و دست صورت میگیره. هفته ها نشست ها داشتن، تیم که کار میکردن با خانم هایی که مثلا شبکه زنان افغان به بیشتر ولایت افغانستان نمایندگی دارن و اونا با دورترین نکات و قریجات برحال دفاتر نا هست و با مردم سر و کار دارن، یا دفاتر مختلفی که مثل مستقل حقوق بشر، نمایندگی های وزارت امور زنان. تمام این آدم ها به نحوی به منشور زنان افغانستان سهیم بودن و اینا بارها با مشکلات زنان مواجه شدن و درک کردن مسائل و مشکلات خانم‌ها در داخل افغانستان، ولی زنی که در عنوان زن روشنفکر یا زن فعال حقوق زن فعالیت داره، یا زنی که در دورترین نقطه در اکثر موارد به هر حال خواسته های از اینا یکی میتونه باشه، خواسته این منظور نیست که بله من یک چیز میخواستم و بسیار خیلی کوتاه خواهش میکنم. بله، بالاخره باید آغاز کرد و به این خوشبین بود که برای اولین بار ما شاید یک جریان زنانه تجربه میکنیم در افغانستان که به دور از برحال درگیری های سیاسی یا کارهای پروژه‌ای یک جا شدن و برای یک کار بسیار منسجم امیدوارن و کار میکنن. و بسیار خوب نکاتی که سراجان داشت و جلسات بعدی فقط به تاریخ 16 فوریه که منشور اعلام شد، او فقط یک محفل نهایی نبود و
نتیجه از تمام خانمایی که از ولایت آمدن دوباره نظرخواهی شد و هنوز بازنویسی منشور ادامه داره. جلسات هفتوار چهارشنبه ها و بعضن پنجشنبه ها جلسه هست. تمام خانمایی که علاقمندن میتونن تماس بگیرن، حضور داشته باشن، نظریات اینا باشه و به نظر خود همه به اون سهیم بدانن. متشکرم خانم رویا سادات، ازتون ممنونم که نظراتتون رو با ما مطرح کردید. با سهر کریمی از کابل خداحافظی میکنم، با رویا سادات از کابل همینطور این بحث رو پی خواهیم گرفت. اما قبلش بریم نظرات شما رو از زبان فرنده بشنویم. خب همین بحثی که الان بین بیننده های ما در جریان بود، اجازه بدین اینطور بگم که قبل از این که اصلا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان هم نهایی بشن، همچین بحث‌های توسط فعالان حقوق زنان در افغانستان شروع شده بود، صحبت می‌شد، به ولایت‌های مختلف می‌رفتن، کمپین‌های انتخاباتی که زن‌ها از ریاست جمهوری آینده افغانستان چه چیزی می‌خوان راه افتاده بود، که یکی از این کمپین‌ها رو مثلا میشه در فیسبوک دیدش، مثل کمیته مشارکت سیاسی زنان هستش که یک مطلب بلند بالای نوشته بودن 10 سپتامبر 2013 در مورد اینکه کمپاین رأی من از کیست داشتن صحبت می‌کردن، مطالب بلند بالای نوشتن، خواسته هاشون رو از نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفتن، مثلا اینکه گفتن رأی من از کسی که زن و مرد رو به گونه یکسان ببینه، گفته رأی من از کسی که به پدیده تکدیگری زنان مبارزه کنه، یا رأی من از کسی که برای تشویق زنان با استعداد و مبتکر امکانات لازم رو فراهم کنه. همونطوری گفتن به ولایت‌های مختلف افغانستان می‌رفتن و اونجا با زن‌ها صحبت می‌کردن که چقدر مهم هست که اونها وارد انتخابات بشن و رأی اونها مهم هست برای اینکه سرنوشت زنان مشخص بشه. این عکس مثلا مال کمپین رأی من از کیست در قندهار هست و این عکس هم از کنفرانس خبری رأی من از کیست در هرات برگزار شده. اما ما پیام‌های زیادی دریافت کردیم تا اینجای برنامه توسط اونها که دارن توییتر نوبت شما رو دنبال می‌کنن. امیر ابتهی از ایران برای ما توییت کرده، گفته در سالیان قبل حقوق زنان در افغانستان کمی بهتر شده، ولی با فرهنگی که از گذشتگان مونده کمی سخت الان به خواسته هاشون برسن و وزارت فرهنگ نقش اساسی داره. یا مثلا روح الله گفته نقض حقوق سیاسی و اجتماعی زنان رو در افغانستان میتوان در حد یک فاجعه خوند و دولت آینده باید عمیق به این موزل بنگر و کار کنم. همچنان توییت های زیادی داریم براتون میخونم. بریم پیش مریم و تلفناتون. مرسی فرن. روی خط یک فهیمه رو از هرات داریم و روی خط دو زهرا موسوی رو از کابل. فهیمه، تو مطالباتت از دولت آینده افغانستان به عنوان یک زن افغان چیه؟ چقدر این منشور و چیزایی که توش مطرح شده مطالبات تو رو در بر میگیره؟ با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. شما خواسته اول و اکریم از بانوان یک دختر مسلمان بعد یک دختر افغان، اینه که رئیس جمهور آینده فقط عقل شرعی که خداوند برای مقایش شده اولا او عقل برای من بله و مو عقلت من اگه در من ندیشتر از می خواهیم نکم تر از او و سانیا من فکر کنم یعنی حق خواسته دوم از رئیس جمهور آینده دفاع از حقوق زنان به از شعار گفته به شعور کرده که دیکنی خیلی مهمه. ببینید 12 سال که شده هنوز هیچ کار بنیادی که بتانه واقعا حق یک زن که در روستای افغانستان زندگی میکنه برای بوده این کار صورت نگرفته. ما همه کار پروژه ای کندار به چند علایت مهم افغانستان صورت گرفته و اگه به اطراف ما بنیزه کنیم بسترین وضعیت در حالات زمان افغانستان دارن و خواسته بعدیم از رئیس جمهور آینده اینه به این منشور هم درسته بعد چیزا به خصوصی که تحصیلات اجباری کنن خیلی خوب و بعد اونا کم گفتن مثلا 6 سال در آنها دیرست از سب به دوستان که قصد فارفته و از خانتان بانوان یک باسوات بکنن به روی توی یک کاری بدن رو بدن یک وزیف پیدا کنه و قصد بانوان باسوات شناخته نمیتونه و من فکر میکنم که نه تنها به این منشور باید به قانون اساسی ما یک بند به رو اضافه شه که یک تحصیلات حداقل تاتون به دوازده اجباری کنه، ثانیا همین حق به نکار در دفاتر رسمی دولت به فرد برسانه. امروز متاسفانه فقط یک ملای از یک محل از اطراف میاد یک دختر 13 ساله یا 12 ساله که به او ما طفل میگه او میای با حق به نکاح یک مرد 50 ساله 60 ساله در میاره که او نیو طفل از زندگی چیزی میفهمه نیه او مرد از او ممنونم ازت فهیمه، متشکرم که نظرت رو با ما در میون گذاشتی. زهرا موسوی، از خودت از تهیه کنندگان این منشور هستی، صحبت های فهیمه رو هم شنیدی. منشوری که شما تهیه کردید چقدر در برگیرنده خواست های افرادی مثل فهیمه است؟ ما سلام میکنم خدمت شما و بیننده ها و شنونده های برنامه شما. من فقط چند موضوع رو برای یادآوری دارم. اولی که
زنان سراسر جهان یک روزی یک جایی در یک جریان جنبشی با یک اقدامی شروع کردن به اینکه مطالبات انسانی و حقوقی خود در نظام های رو به اصطلاح مدرن بخواین مطالبه کنن. زنان افغانستان 12 سال بیشتر در حواشی و حاشیه های مسائل سیاسی و امنیتی و اقتصادی و نظامی و بین المللی قرار گرفتن. حالا وقتش است که طی جریان خودجوش فراگیر زنان افغانستان در مورد مطالبات مشروع و مشخصشان اعلام موضع بکنند. مطالبات در 5 بخش، 6 بخش، مسئولیت تطبیق قوانین نافذه در افغانستان، تطبیق حق دسترسی فراگیر زنان به خدمات صحی، دسترسی همگانی به تعلیم و تربیه و آموزش، مشارکت امنیت اقتصادی زنان، حق مشارکت سیاسی زنان، حقوق فرهنگی اجتماعی زنان. و اینها اصلا وضعیت آرمانی نیست، اینا وضعیت انسانی بسیار حداقلی هست از یک زندگی اجتماعی انسانی در یک محیط اجتماعی انسانی. ما در منشور زنانی که کار کردن دستن در کاران تهیه منشور خواهان یک وضعیت ایدئال نیستند، آرمان شهر نمیخوان، یوتوپیا نمیخوان، اما خواهان تطبیق مو به موی بندها و مواد و به سلام پیشبینی های قانونی داخلی و بین المللی هست که افغانستان وار امضا کرده و متعهد است به اجرای اونها. دستناد ملی ما قانون اساسی را داریم، ماده 22، هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان بر اساس جنسیت، قومیت و مسائل تیرایی و تباری ممنوع، یعنی خلاف قانونه. استراتژی انکشاف ملی افغانستان، پلان کاری ملی زنان افغانستان، مسئله جندر و تساوی حضور زن و مرد در مسائل و سیاست گذاری ها و تطبیق سیاست گذاری در افغانستان، اصلا به بین‌المللی که افغانستان امضا کرده، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض در مورد زن، جنبش پکن در عمل، قطعنامه شورای امنیت در مورد زنان، اینا مسائلی است که افغانستان در قانون، در قوانین خود پیشبین بوده. ما چیزی خارج از قانون نمیخوایم، یعنی زنان افغانستان طی منشور، طی حرکت خودجوش سراسری خودانگیخته، مطلقا همین مطالبات پیش بینی شده در قانون، تاکیدشون بر اجرای همون قانون موجوده. متشکرم از شما. اجازه بدید با فهیمه از هرات خداحافظی بکنم و جاش رو به فرید از عربستان سعودی بدم. فرید، نظرت راجع به این منشور چیه؟ راجع به این مطالباتی که زنان افغانستان از دولتشون دارن چیه؟ میشه خواهش کنم صدای تلویزیونتو کم کنی لطفا؟ منم سلام دارم، تشکر. منم سلام دارم خدمت شما و تمام بینندگان. نظر ما همین است که زنها باید حقوقی را طلب بکنن که الله تعالی و قرآن برشان تعیین کرده و سنت رسول الله برشان در چوکات شریعتش برشان تعیین کرده. حقوقی را نخواهن از جامعه افغانستان که حقوقی که غرب برشان تعیین میکنه و دموکراسی های غرب که غیر اسلامی او را از ما خواهند، از افغانستان، از جامعه افغانی نخواهند. باید حقوقی را بخواهند قرآن و سنت در رابطه با او برشان توضیح داده. ولی فرید، خانم موسوی صحبتش این بود که تاکید این منشور بر همون چیزهایی هستش که تو قانون اساسی الان در قوانین افغانستان وجود داره، بیشتر از اون چیزی نخواستم. قانون افغانستان، قانون اساسی افغانستان کاملا اسلامی نیست از نظر شریعت ما، از نظر قرآن و سنت. قانون اساسی افغانستان خودش یک قانون خریداری شده و یک قانون فرسوده غرب است و قانون نیست که در چوکات شریعت باشه. اگر قانونی در چوکات شریعت باشه ما مخالف نیستیم و ما هم مخالف تقاضا کردن حقوق زنها هم نیستیم. حقوق زنها را شما شاید اگر مطالعه داشته باشین از کتابای دینی، بهترین از زن تا بهترین حقوق را الله تعالی و پیغمبرش به اینا تعیین کرده است. مگر شما آگاهی دارین که قبل از اسلام چی ظلم هایی که به سر زنان شده بگور می شدن؟ همین پیغمبر اولوالعزم با که با آمدنش زنها را از یک تاریکی، از یک ظلمت به یک روشنایی مبدل کرد و به حقوق از نار تعیین کرد و جلوی این ظلم ها را از اینا گرفت، بشریت را از یک تاریکی به یک روشنایی دعوت کرد. اما اینا چرا قانونی که الله تعالی برشان تعیین کرده از این پا فراتر میگذارن؟ پیشتر خانمی با شما تماس گرفت
و اعتراض کرد به چهار زن داشتن یک مرد. مگه چهار زن داشتن یک مرد در قرآن به صراحت آمدگی است؟ اگر کسی که واقعا در جامعه افغانستان هست و به دین اسلام عقیده داره و به رسول الله ایمان داره، نباید مخالف با چهار زن گرفتن باشه. آتلا که هست سره هم آیه مبارکه است که الله تعالی خودش میگه که شما اگر میتونین دو بگیرین، اگر میتونین سه بگیرین، اگر میتونین چهار، اگر از اینا توانتان نیست، توان حقوقش برآورده کردن نمیتونین، باز با یکی اکتفا بکنین، یکی براتون کافی است. خب اگر کسی از نظر ما، از نظر قانون اسلامی با یک حرف قرآن مخالفت میکنه، او از نظر ما از جامعه ما نیست، او از اسلام. ممنونم ازت فرید. خانم موسوی، صحبت های فرید شنیدید، نظرتون چیه؟ نظر ما ایست که حلقات تمره و حلقات جزمندیش و دوگمندیش و حلقات به صلاح افراطی‌گرایی که در زمینه مسائل زنان نمیخواهند بپذیرند مطالبات برحق و مشروع زنانه در افغانستان چیه که در تمام منطقه که ما در زندگی میکنیم کم نیستند. حرفی که آقای فرید زد دقیقا حرفی است که طالبان میزنند. میگه ما قانون اساسی افغانستان قانون خریداری شده توسط غرب میدانیم و یک قانون میثاق ملی نیست. باور ما است که قانون اساسی افغانستان یگانه میثاق ملی مردم افغانستان است و هر کس در هر جایی خلاف میثاق ملی کشور مدد میزنه و خائن است. باور ما است که آقای فرید و تمام حلقات تندره رو که نمیخواهند بپذیرن زنان افغانستان و زنان جهان به عنوان زنان مسلمان و بعد انسانهای برابر با مردان که در قرآن در دین مبین اسلام یاد شده بارها، یاد شده بارها که خداوند هیچ انسانی را برتر نمیدانه برای خود جز در ایمان. فقط ایمان و میزان ایمان یک انسان برای خدا در زمینه بشری آدم ها یاد شده، نه جنسیت. من نمیدانم این آیه ها، این قرائت های مختلف از دین مبین اینا از کجا میارن. یاد ما میره که همسر رسول اکرم از جمله کشتارترین و موفقترین زنان وقت بود. یاد ما میره که دختر رسول اکرم. ممنونم، متشکرم خانم موسوی. فرید خیلی کوتاه، زمان کمه، اگر صحبتی داری سریع بگو. یادآور شدن و توهین هم به ما کردن که خائن گفتن. خائن کسی است که به دین الله خیانت میکنه، خائن کسی است که از قرآن منکر میشه. الرجال قوامون علی النساء، گفت قرآن خودش به صراحت میگه و دیگه قرآن میگه وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، که شما در خانه هایتان قرار بگیرین، مثل زمان جاهلیت بیرون نبرین، مثل زمان زمان جاهلیت. و اینا من نمیدونم اینا چی میخواین از ما. اینا نیست خودتان مثل یک دستان کاغذ مستعمل بیار میتونن که برای از خانه هاشان دیگه چیزی نمیخواین. اینا خواهی هستن که به دین خدا خیانت میکنن. اینا کسی هستن. ممنون از شما، متشکرم. با فرید از عربستان خداحافظی میکنیم و زهرا موسوی از کابل. بریم نظرات چند تا از هموطنان افغان رو ببینیم از کابل در این زمینه. تیمور آینده افغانستان او حقوقی را بر زنان بده که قرآن، سنت و شریعت برشان داده و به یقین داشته باشیم که هیچ شریعت آیین حقوق زن بهتر از اسلام تشریح نکرده و برشان نداده. دیگه لازم نیست که بخاطر دادن حقوق زنان از آیین تحریف شده و عقب مانده پیروی کنیم. اگه شریعت اسلام به صورت درستش نافذ کنیم، بدون شک نه تنها زنان هر یک از افراد جامعه حقوقشان به صورت درست به دست میارن، هم زنا هم مردا. خاص های ما در قبال زنایی هست که زنها را در عرصه تحصیل و در عرصه صنعت در اینا در هر عرصه ایش اینا را کمک نصرت یاری کنند و این مثل بعضی از کاندیدهایی که ما تجربه گرفتیم که تنها حمایتشان در شعار بودن، ما امید داریم که همچو از شعار نباشد، همچو پالیسی هایی را که مد نظر گرفته است امینا را هم تطبیق نماید. ما خواستی ما، بلکه خواستی ما نی، خواستی تمام ملت افغانستان از رئیس جمهوری آینده افغانستان نمیسته که زنها سهم داشته باشند. زنها هم نصف پیکر جامعه را تشکیل دادن، در دولت نقش بسیار فعال داشته باشند، ولی با یک نکته که حجاب اسلامی باید مراد باشه. در همه دوائر دولتی، در همه شعبات دولتی اینا سهم داشته باشن، اما قدر که مردا سهم دارن زن هم داشته باشن، ولی با رعایت اینمی نکته که اینا همین حجاب اسلامی را مراد بکنن و قسمی که امروز از بعد به این شکل نباشه.
نظرات چند نفر از شهروندان کابل رو شنیدیم. بریم سراغ تلفن‌ها. روی خط یک خالد خورسند از کابل، روی خط دو آمنه رو از کابل داریم. خانم خالده، این منشور چقدر در برگیرنده خواسته زنان شهرهای کوچکتر و خارج از کابل و اطراف هست؟ با سلام به شما و شنونده های محترمتون، من از هرات گپ میزنم. اتفاقا من با این نظر که در افغانستان به لحاظ جامعه شناسی زنان روستایی و شهری داشته باشیم زیاد موافق نیستم با این تعلیم، به دلیل از اینکه من فکر میکنم که تمام مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، مثلا عدم مسئولیت تطبیق قانون، دسترسی نداشتن زنان به صحت و یا نبودن تعلیم و تربیت در سطح عالیش به زنان، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، اینا همه مسائلی هستند که زنان شهری و روستایی را آزار میده. به این دلیل من فکر میکنم آن چیزی که در منشور زنان به عنوان مطالبات و خواسته های زنان ذکر شده، موارد عمومی هستند که میتونه تغییرات اساسی را در کل وضعیت زنان در افغانستان. به نظرتون مطالباتشون پس مشترکه؟ خانم خالد، قدم بعدی بعد از این منشور چیه؟ میخواید چیکار بکنید بعدش؟ من همچنان که از کابل همکاران ما به این مسئله اشاره کردن، ما تلاش میکنیم که این منشور به گونه بلاد فرهنگی و اجتماعی مشروعیت ببخشیم. من اگر قضیه رو میخوایم مطرح بکنم در این زمینه که منشور زنان امروز مسئله مطالبات نیست، یک رقمه اینجا اعلان حضور زنها هست. یعنی از این به بعد من فکر میکنم زنها در افغانستان باید از موضوع قدرت صحبت بکنند و این موضوع قدرت میتواند آنها را در گفتمانهای سیاسی و اجتماعی به ایمان یک جرع مثلا مطرح بکنه و باعث از این نشه که در این گفتگوها نادیده گرفته بشن. به این دلیل تصور من این است که منشور زنان حداقل در قدم های نخستش یک سفارایی انتخاباتی است. یک سفارایی انتخاباتی است که ما بخواهیم رأی زنانه معامله بکنیم، یعنی در یک رابطه سیاسی رأی زنانه. خانم خالده، خواهش میکنم خیلی کوتاه بگید که برای اینکه بقیه هم بتونن صحبت بکنن، ببینید که دقیقا قدم بعدی چیه، میخواید چیکار بکنید دقیقا؟ 50 روز مونده به انتخابات و شما برنامه بعدیتون چیه؟ برنامه بعدی ما این است که مناظره تلویزیون با تلویزیونی با کاندیدای ریاست جمهوری برگزار بشه و نظرات از اینا در قسمت خواسته و مطالبات زنان شنیده بشه تا زنان بتونن تصمیم بگیرن که به چی کاندیدای رأی بدن. همچنان گفتگوها در سطح ملی و در سطح بین‌المللی به خاطر پیگیری این مطالبات خواسته هم ادامه خواهد داشت و دلیل از اینکه این میتونه گام نخست باشه برای ایجاد. ممنونم ازت، متشکرم خانم خالد از کابل. آمن، صحبت‌ها رو شنیدی؟ چقدر این منشور در برگیرنده خواست‌های تو هست؟ چقدر فکر می‌کنی چیزایی که تو می‌خوای تو این منشور اومده و اصلا خواستت چیه؟ مطالبات تو چیه به عنوان یک زن افغان؟ آمن، صدای منو می‌شنوی؟ سلام دارم خدمت شما. آمن هستم از کابل. من یکی از خانم‌های آسیب دیده از جنگ در طول جریان جنگ در افغانستان. واقعا مشکلات ها زیاد است، خصوصا مشکلات های خانم های دارای معلولیت که هستند. ما یادآور شوم که یادآور خانم های دارای معلولیت یک خانم بودنشان است که یعنی یک نوع آسیب پذیری از دروان زن و یک معلولیتشان است که زیادتر یعنی مشکلات در زندگی خود میبینه و مشکلات عمدهشان که هستند بیکاری هستند، همچنان بی‌سرپناهی، فقر. این مشکلاتی هستند که دامنگیر خانم‌های دارای معلولیت در افغانستان می‌باشند. متشکرم، ممنونم از با خالده خورسند از کابل خداحافظی میکنیم. سلمان علی از کابل به جاش به بحث ما اضافه میشه. آخر برنامه است، خیلی کوتاه خواهش میکنم نظرت راجع به این منشور و مطالبات مطرح شدهش بگو. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون بی بی سی. در افغانستان زنان با معضلات متعدد و متعددی روبرو هستند. فروخته شدن دختران هنوز هم متاسفانه در قرن 20 تو افغانستان رایج هست. بالا بودن آمار تجاوزات همچنان به صورت وحشتناک به اصطلاح همه روزه از طریق مدیا و رسانه ها در معرض دید و از هم و نظر مردم قرار میگیره. قتل و جرح زنان و خشونت های فزاینده
زنان که قربانی اصلی جامعه افغانستان را تشکیل می‌دهد، اینها جزء مسائل و موضوعاتی هست که جامعه زنان افغانستان به شدت از اون رنج می‌بره. بحث جدی‌تر این هست که قرائت‌های بدهش از اسلام برای به اسارت کشانیدن زنان در جامعه افغانستان متاسفانه جدی‌ترین موضوعی هست که پیکر جامعه زنان افغانستان رو بله واقعا به شدت برای متشکرم از سلمان علی از کابل خدافظی می‌کنی، با آمنه از کابل هم خدافظی می‌کنیم، میریم پیش فرین که نظرات شما رو برامون بگه. همون باز چی هستش؟ یه سری از بیننده‌هامون دارن در مورد خواسته های فعالین حقوق زنان نظرشون رو می‌نویسن. احمد مثلا گفته که اینکه افغانستان به شدت یک کشور سنتی رو باید فعالین حقوق زن در نظر بگیرن، مطالباتشون نباید به اندازه کشورهای توسعه یافته باشه. بهروز گفته اولین گام باید زنان حقوق خودش رو بشناسن، دوم خواهان آن باشن و مهم‌تر این گام باید برای رسیدن به حقوقشان تلاش و مبارزه کنن. و اقبال هم گفته برای رسیدن به این هدف اولین اقدام حکومت آینده پاس و توشیح قانون منع خشونت علیه زنان باید باشه. ازتون خدافظی میکنم و اگر میشه مریم. ممنون. اجازه بده از مریم دورانی از قندهار و تخمینه از نروژ عذرخواهی کنیم که فرصت بهشون نرسید. برنامه امشب ما هم اینجا تموم شد، اما این بحث در کنار چندین موضوع دیگه روی وبسایت ما همچنان در جریانه. ببخشید اگه تو این برنامه فرصت نشد با شما صحبت کنیم یا پیام هاتون رو بخونیم. اما فردا در ادامه ناآرامی های اخیر در اوکراین که به برکناری رئیس جمهور این کشور منجر شده، از شما میپرسیم ارزیابی شما از تحولات اخیر اوکراین چیه؟ شما آینده بحران این کشور رو چطور پیش بینی میکنید؟ اگر در اوکراین زندگی میکنید در برنامه فردای ما شرکت کنید و از مشاهداتتون بگید. تا برنامه فردا که اینجا بازم نوبت شماست، شب و روزتون خوش.